و این زلزله شدیدی که همین چند روز پیش تو ترکیه و سوریه اتفاق افتاد، صحنه هایی دیدیم که واقعا خیلی عجیب و ترسناک بودن. برای همین گفتم یه ویدیو داشته باشیم مخصوص زلزله. میخوام چند تا مورد رو با هم بررسی کنیم. اول از همه اینکه اصلا چی میشه که زلزله اتفاق میفته؟ چه انواعی داره؟ چجوریه که بعضی از حیوانا میتونن پیش بینیش کنن؟ چیزی که باعث زلزله ترکیه شد، آیا ممکنه پاش به کشور ما هم برسه؟ همراه من باشید تا ببینیم این خشم بیرحمانه زمین از کجا میاد. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخ‌نورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. زلزله برای ما آدما همیشه یکی از وحشتناکترین بلاهای طبیعی بوده. تو تاریخ تمدن‌های قدیمی افسانه‌های زیادی در موردش هست. از خدایان باستانی گرفته تا موجودات غول‌پیکری که زیر زمین زندگی می‌کردن و حرکتشون باعث لرزش زمین می‌شد. احتمالاً ارسطو اولین کسی بود که سعی کرد یه دلیل طبیعی برای زلزله معرفی کنه. نظرش این بود که بادهایی داخل زمین وجود داره که موقع خارج شدن باعث لرزیدن زمین میشه. این ایده خنده‌دار تا قرن‌ها بعد پذیرفته شده بود. اما از قرن 17 بعد از زلزله‌های بزرگی که تو اروپا اتفاق افتاد، دانشمندا شروع کردن با یه دید علمی به این قضیه نگاه کردن. بعضیا دینامیت‌های رو سطح زمین منفجر کردن تا لرزش ایجاد کنه، بعد سعی کردن سرعت حرکت این لرزش‌ها رو اندازه‌گیری کنن. بعضیا هم شروع کردن به ساختن اولین دستگاه‌های لرزنگار. یه عده دیگه هم از روش آماری استفاده کردن. تمام گزارش هایی که در مورد زلزله تو نقاط مختلف زمین وجود داشت کنار هم گذاشتن، بلکه بتونن یه الگوی زمانی یا مکانی از بین این اطلاعات بیرون بکشن. اما پیشرفت اصلی وقتی اتفاق افتاد که رفتیم سراغ گسل ها. گسل یه بریدگی یا شکافه که داخل پوسته زمین ایجاد میشه، طوری که تو یه طرف یا دو طرف این شکاف زمین یه مقداری جابجا شده باشه. اگه فقط یه بریدگی داشته باشیم که هیچ کدوم از دو طرفش جابجا نشده، دیگه گسل نیست، بهش میگن درزه. خب این گسل ها اصلا از کجا میان؟ زمین رو شبیه یه توپ بزرگ در نظر بگیرید از جنس سنگ ذوب شده. سطح این توپ به خاطر تماس با فضای بیرونی کم کم سرد و سخت شده. به این لایه نازک میگن لیتوسفر که ضخامتش معمولاً یه چیزی حدود 100 کیلومتر در نظر گرفته میشه. بعضی جاها کمتره، بعضی جاها بیشتر. نسبت به کل زمین خیلی نازکه. تقریباً شبیه پوست یه سیبه. پس در واقع این لایه نازک روی سنگهای ذوب شده شناوره. گرمایی که از مرکز زمین میاد، جریانهایی تو این مواد مذاب ایجاد میکنه که به پوسته سنگی فشار میاره و پاره پارش میکنه. یه سری شکاف یا گسل توش به وجود میاره. برای همین پوسته زمین تقسیم میشه به چندین صفحه جداگانه که بهشون میگیم صفحات تکتونیک. داخل هر کدومشون هم دوباره گسل‌های کوچیک‌تری وجود داره که اون صفحه رو تقسیم می‌کنن به صفحات کوچیک‌تر. اینا دائماً در حال حرکت و جابجایی‌ان. بعضی‌هاشون سالی چند میلی‌متر، بعضی‌هاشون سالی چند سانتی‌متر. یه وقتایی به هم فشرده میشن که نتیجه‌اش میشه چروک خوردن پوسته زمین یا همین رشته کوه‌هایی که می‌بینیم. یه وقتایی هم از هم فاصله میگیرن، یه شکاف یا دره ایجاد میکنن. حالا ما اومدیم گسل‌ها رو بر اساس نوع حرکت این صفحات دسته‌بندی کردیم. حالت اول اینه که دوتا صفحه از همدیگه دور میشن که بهش میگن گسل معمولی. حالت دوم اینه که صفحات به سمت همدیگه فشرده میشن، یکیشون میره زیر اون یکی. این برعکس گسل معمولیه، برای همین بهش میگن گسل معکوس. حالت سوم اینه که دوتا صفحه به موازات هم جابجا میشن که معروف به گسل انتقالی. یه حالت چهارم هم داریم که ترکیبی از ایناست، یعنی دوتا صفحه به صورت مورب نسبت به همدیگه جابجا میشن که بهش میگن گسل مورب.
این گسل‌ها و جابجایی صفحات زمین یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد زلزله است. چطور؟ کافیه به بشکن زدن فکر کنید. زمانی که شما بشکن میزنید، انگشتاتون میخواد تو دو تا جهت مختلف حرکت کنه، اما استکاک پوستتون جلوشو میگیره. فشار رو بیشتر و بیشتر میکنید تا اینکه دیگه استکاک زورش نمیرسه جلوی حرکت انگشتاتون رو بگیره. یهو انرژیشون آزاد میشه و هوای اطراف خودشون رو میلرزونن که ما این لرزش رو به شکل صدا حس میکنیم. صفحات پوسته زمینم وقتی به شکل‌های مختلف جابجا میشن، داخل مرز بین دوتا صفحه، یعنی همون گسل، به همدیگه مالیده میشن. خب هیچ گسلی یه برش صاف نیست، پر از ناهمواریه. این باعث میشه استکاک زیادی بین این صفحات وجود داشته باشه. پس همون اتفاقی میفته که موقع بشکن زدن میافتاد. از یه طرف نیروهایی که باعث جابجایی صفحات میشن به فشار آوردن ادامه میدن، از یه طرف هم استکاک جلوی حرکتشون رو میگیره، تا اینکه به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونه مقاومت کنه. انرژی که تو گسل بین این دوتا صفحه ذخیره شده به صورت ناگهانی آزاد میشه و تمام محیط اطرافش رو میلرزونه، که این دقیقا همون زلزله است. اون نقطه ای از گسل که انرژی ذخیره شده بین صفحات از اونجا شروع به آزاد شدن میکنه بهش میگن کانون یا مرکز عمقی زلزله. اون قسمتی هم که دقیقا بالای کانون رو سطح زمین قرار میگیره بهش میگن رو مرکز یا مرکز سطحی زلزله. به فاصله بین کانون تا سطح زمین میگن عمق زلزله. معمولا قبل از آزاد شدن اون انرژی اصلی چند تا لرزش ضعیفتر اتفاق میفته که بهشون میگن پیش لرزه. هرچی به زلزله اصلی نزدیکتر میشیم تعداد اینا بیشتر میشه. بعد از زلزله اصلی هم چندین زلزله ضعیفتر اتفاق میفته که بهشون میگن پس لرزه. برای سنجیدن مقدار و شدت زلزله هم مقیاس‌های مختلفی ساخته شده، مثل ریشتر که توسط چارلز ریشتر ابدا شده. این مقیاس مقدار انرژی رو نشون میده که تو کانون زلزله آزاد شده. کمترین مقدارش یه ریشتره که هیچ آدمی نمیتونه حسش کنه. بیشترین مقدارش هم معمولاً 9 در نظر میگیرن، هرچند از نظر ریاضیاتی هیچ حد ماکسیمومی نداره. مقیاس ریشتر خطی نیست، لوگاریتمیه. هر یه واحدی که به اندازه زلزله اضافه بشه، انرژی آزاد شده تو اون زلزله تقریباً 30 برابر میشه. یعنی مثلا انرژی آزاد شده توی زلزله 5 ریشتری 30 برابر 4 ریشتریه. احتمالاً شما هم شنیدید که میگن ریشتر زیاد مقیاس خوبی نیست. دلیلش اینه که همونطور که گفتم مقدار انرژی آزاد شده تو کانون زلزله رو نشون میده. حالا این انرژی میخواد به صورت امواج لرزشی از عمق به سطح زمین برسه و باعث خرابی بشه. پس چیزایی مثل جنس خاک اون منطقه، مقدار فاصله ما از کانون زلزله، اینکه لرزش ها چه مدت زمانی طول کشیدن، اینا همه تو مقدار خرابی تأثیر دارن، اما ریشتر در نظر نمیگیرشون. این میشه که یه زلزله 6 ریشتری ممکنه خرابیش کمتر از یه زلزله 5 ریشتری باشه، چون مثلا زمین اون منطقه طوری بوده که بیشتر امواج زلزله رو جذب کرده. برای همین مقیاسای دیگه هم ابداع کردن، مثل مقیاس بزرگی گشتاوری یا مقیاس مرکالی، که مرکالی زلزله ها رو از نظر شدتشون به 12 نوع مختلف تقسیم کرده. از ضعیفترین زلزله هایی که آدم ها احساسشون نمی کنن تا قویترین زلزله هایی که تقریبا همه چیز رو تخریب می کنن. بحث بعدی که باید بدونیم انواع زلزله است. خب بیشتر زلزله ها دلیلش همین گسل ها و جابجایی صفحاته که در موردش صحبت کردم. اما اتفاقات دیگه هم میتونن باعث زلزله بشن، مثل فعالیت های آتش فشانی، ریزش غارها یا کانال های زیرزمینی، انفجار، آزمایش های هسته ای یا هر چیز دیگه که باعث لرزش پوسته زمین بشه، مثل سدسازی هایی که انجام میدیم یا معدن ها یا کلن هر نوع فعالیتی که یه بار خیلی زیادی روی محدوده ای از پوسته زمین بذاریم یا برداریم میتونه باعث ایجاد زلزله بشه.
در مورد پدیده هارپ و تأثیرش روی زلزله که این روزا بحثش داغ شده، سعی میکنم توی یه ویدیو جداگانه صحبت کنم. از نظر عمق هم میشه زلزله ها رو به سه دسته تقسیم کرد. اونایی که عمق کانونشون کمتر از 70 کیلومتره زلزله های کم عمقن، اونایی که بین 70 تا 300 کیلومتره متوسطن، اونایی هم که از 300 کیلومتر بیشتره عمیقن. هرچی عمق زلزله کمتر باشه، خرابیش هم شدیدتره، همین که معمولاً به محوطه اطراف رومرکز محدود میشه. بیشتر زلزله هایی که تو کشور خودمون اتفاق افتادن از همین نوع کم عمقن، مثل زلزله های طبس، رودبار و منجیل، زلزله بم. اما عمق زلزله که بیشتر میشه، خرابی ها میتونن تا فواصل بیشتری اتفاق بیفتن. یه موضوع خیلی مهمی هم که هست نوع امواج لرزشیه. تو هر زلزله به طور کلی دو نوع لرزش اتفاق میفته. یکیش امواج سطحیه، یکیش امواج بدنه‌ای. اولی رو سطح پوسته زمین منتشر میشه، شبیه امواج دریا. اما دومی داخل پوسته زمین منتشر میشه که این باز خودش دو تا نوع کلی داره، امواج طولی و امواج عرضی. تو امواج طولی نوسان تو راستای حرکت موجه، تو امواج عرضی عمود بر حرکت موجه. امواج طولی سرعت بیشتری دارن. وقتی یه زلزله اتفاق میفته، اول امواج طولی به سطح زمین میرسن، بعدش امواج عرضی. برای همین به اینا میگن اولیه، به اونا میگن ثانویه. از نظر خرابی اگه بخوایم مقایسه کنیم، بیشترین خرابی رو امواج سطحی ایجاد میکنن، چون مثل یه پتو زمین رو تکون میدن. بعد از اون بیشترین خرابی رو امواج عرضی دارن، چون معمولا ساختمونا نسبت به امواج طولی مقاومترن، در حالی که امواج عرضی با شدت زیادی به صورت افقی تکونشون میده که این باعث خرابی های خیلی شدیدی میشه. پس یه درک کلی به دست آوردیم از اینکه زلزله از کجا میاد و چه انواعی داره. حالا میخوایم در مورد سوالاتی که وجود داره صحبت کنیم. اولین و مهمترین سوال اینه که چجوری میتونیم زلزله رو پیش بینی کنیم؟ خب ما هیچ وقت نمیتونیم با قطعیت بگیم امروز تو این نقطه از زمین قرار زلزله بیاد. ولی به هر حال قبل از وقوع زلزله یه سری نشونه ها ظاهر میشه که میتونیم ازشون کمک بگیریم. یکی از جالبترین روش ها استفاده از حیواناته. خیلی از حیوان ها مثل سگ، گربه، مرغ و خروس، اسب، پرنده ها یا حتی بعضی از حشرات قبل از اتفاق افتادن زلزله رفتارشون غیر عادی میشه. بیقرار میشن. ممکنه از شهر یا از لونه های خودشون فرار کنن. این تغییر رفتار میتونه از چند ساعت یا حتی چند روز قبل از زلزله شروع بشه. مثلا تو شهر هایچنگ چین قبل از زلزله سال 1975 با اینکه سرمای شدیدی بود، اما یه تعداد زیادی مار از تو لونه هاشون بیرون اومدن که بعدش یه زلزله شدید 7.3 ریشتری تو این شهر اتفاق افتاد. کشورهایی مثل چین و ژاپن خیلی از این قضیه استفاده میکنن. یعنی چند بار پیش اومده که از روی تغییر رفتار حیوانا احتمال وقوع زلزله رو دادن که باعث شده تلفات جانیشون پایین بیاد. اما حیوانا چطور میتونن یه همچین کاری بکنن؟ یه ایده اینه که قبل از زلزله به خاطر فشار و شکستگی که تو سنگ‌ها اتفاق می‌افته، گازهایی آزاد میشه که بعضی از حیوانات با بویایی قویشون اینا رو حس می‌کنن. یه ایده دیگه اینه که میتونن امواج اولیه ضعیف رو حس کنن که برای ما قابل تشخیص نیست. در کل هنوز دلیل قطعیشو نمی‌دونیم. هنوز داریم در موردش تحقیق و آزمایش می‌کنیم. اما چیزی که هست اینه که این اتفاق اونقدر تو طول تاریخ تکرار شده که وقتی رفتار عجیب و غیرعادی حیوانا رو میبینیم باید جدی بگیریمش. یه راه دیگه برای پیشبینی زلزله استفاده از آبهای زیرزمینیه. بارها پیش اومده که قبل از وقوع زلزله سطح آب چاه‌ها به طور ناگهانی بالا پایین شده، یا اینکه غلظت مواد معدنی تو آبهای زیرزمینی افزایش پیدا کرده که دلیلش فشار و شکستگی سنگهای پوسته بوده. تغییر فشار داخل چاهای نفت هم میتونه نشونه ای از وقوع احتمالی زلزله باشه.
اما شاید بهترین روش استفاده از داده‌های زمین‌شناسی باشه، یعنی اطلاعاتی که دانشمندا در مورد گسل‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنن که نشون میده این گسل‌ها چقدر فعالن، چقدر انرژی توشون ذخیره شده، آخرین باری که انرژیشون آزاد شده کی بوده. این اطلاعات رو وقتی کنار هم قرار میدیم میتونیم یه پیشبینی تقریبی از احتمال وقوع زلزله داشته باشیم. 3 روز قبل از همین زلزله شدید ترکیه و سوریه، یه دانشمند هلندی به نام فرانک هوخربیت تو توییتر اعلام کرد که دیر یا زود یه زلزله با قدرت تقریباً 7.5 ریشتر تو جنوب ترکیه و سوریه و اردن و لبنان اتفاق میفته. اون موقع کسی اهمیتی به این حرف نداد، چون تو سال 2015 هم همین آدم یه زلزله تو کالیفرنیا رو پیشبینی کرد ولی خب اتفاق نیفتاد. تخصص این دانشمند روشی به نام برآورد هندسه منظومه شمسی، یعنی موقعیت سیارات منظومه شمسی رو رصد میکنن تا بتونن ارتباط بین موقعیت این سیارات با اتفاقات بزرگی که رو زمین میفته رو پیدا کنن. دنبال اینن که وقتی سیارات به هم نزدیک میشن یا همتراز میشن چه تأثیراتی رو هم دیگه میذارن. ولی خب این روش هم قطعی نیست، فقط یه احتمال به ما میده. یه بحث دیگه هم هست که این روزا یه مقداری باعث نگرانی شده. چقدر احتمال داره که این اتفاقاتی که باعث و بانی زلزله ترکیه بودن پاشون به کشور ما هم باز بشه؟ دلیل این زلزله حرکت صفحه عربی به سمت شمال زمین بوده که فشار زیادی به صفحه آناتولی وارد کرده. این زلزله نزدیک گسل شرقی صفحه آناتولی اتفاق افتاده، اما این گسل وارد کشور ما نشده. ما اینجا خودمون یه گسل داریم به نام گسل زاگروس که بین صفحه اوراسیا و صفحه عربی قرار گرفته. همین فشار صفحه عربی باعث شده پوسته زمین اینجا چروک بخوره و کوههای زاگروس به وجود بیاد. کشور خودمونم جزو مناطق زلزله خیز محسوب میشه با گسلهای زیاد. آخرین سوالم اینه که آیا واقعاً زلزله‌های بزرگ بیشتر تو تاریکی صبح اتفاق میفتن؟ این نمودار زلزله‌های بالای 4 ریشتر رو نشون میده که تو 100 سال گذشته داخل کالیفرنیا اتفاق افتاده. همونطور که میبینید تو تمام ساعت شبانه روز زلزله داشتیم، اما ساعت 6 صبح به نظر میاد بیشتر از بقیه بوده. این ممکنه کاملا تصادفی باشه، ممکنه یه دلیل خاصی داشته باشه. فعلا ارتباط واضحی بینشون پیدا نکردیم. اما در مورد فصل‌های مختلف چی میشه گفت؟ درسته که بگیم زلزله بیشتر تو فصل‌های سرد اتفاق میفته؟ حقیقت اینه که بین فصول مختلف و زلزله هم ارتباط مشخصی وجود نداره. یعنی وقتی آمار زلزله ها رو بررسی میکنیم نمیتونیم با قطعیت بگیم توی فصل مشخصی تعدادشون بیشتر بوده. خب ما هزاران سال با وحشت زلزله درگیر بودیم. کلی برای خودمون نشستیم داستان ساختیم که این از کجا میاد؟ کی میفرستش؟ هدفش از این کار چیه؟ ولی تو همین 1-2 قرن اخیر با علم خودمون خیلی از معماهاشو پیدا کردیم و این داستانا عقب نشینی کردن. هرچند هنوزم سعی میکنن از اون جاهایی که ناشناخته مونده وارد بشن. این پیشروی علم و عقب نشینی توهمات مسیریه که همیشه ادامه پیدا میکنه.